بسم الله الرحمن الرحیم سلام شاگردای نازنین امیدوارم که حال همگیتان خوب باشه خوش آمدین به صنف درسیتان ما در درس گذشته با قانون کولمب و همچنان شدت صاحب بر یک ذره چارچدار را آشنا شدیم حالی در ارتباط با درس گذشته چندین مثال را آوردیم که با هم دیگر حل می کنیم ببینیم که مثال اول برای ما چی میگن مثال اول گفته ما دو ذره چارجدار داریم که Q1 مثبت 5 کولمب و مقدار Q2 را برای ما گفته مثبت 3 میکرو کولمب که هر دو ذره ما به فاصله 6 سانتی متر از همدیگر قرار گرفتند حالی از ما چی را میخواید؟ مقدار قوه برقی بین دو چارچ را میخواید و همچنان گفته شما بگین نوعیت قوه بین دو ذره چی میباشد پس یک بار دیگر میگیم که Q1 ما هست 5 کولمب و مقدار کیو دو را برای ما گفته 3 میکرو کولمب 3 میکرو کولمب. هر دو ذره ما به فاصله 6 سانتی متر از همدیگر قرار گرفتن قانون کولمب یک رابطه داشت که F مساوی است با کا ضرب کیو یک ضرب کیو دو بر روی R مربع عیاص مساوی است با مقدار کار ما داریم 9 ضربه 10 به توان 9 نیو... نیوتن در متر مربع بر کولن به مربع ضربه مقادیر کیو1 و کیو2 رو در رابطه می کنیم مقدار کیو1 هست 5 کولمب ضربه مقدار Q2 3 میکرو کلمب ما باید میکرو را به کلمب تبدیل کنیم پس نوشته می کنیم 3 ضرب 10 به توان منفی 6 کلمب بر روی R مربع شما ببینید مقدار R هست 6 سانتی متر ما باید به متر تبدیل کنیم پس میشه 6 ضرب 10 به توان منفی 2 متر توان کلی چی میشم؟ مربع میشم. حالا این رابطه را با همدیگه ساده میکنیم. 9 ضرب 10 به توان 9 متر مربع بالا با متر مربع پایین خلاص میشه. 6 که مربع بشه میشه 36 ضرب 10 به توان منفی 4. یک کلمب و یک کلمب خلاص میشه. 9 ضرب 5 ضرب 3. یک کمی ساده اگر کنیم سی تقسیم نه میشه چهار، نه تقسیم نه میشه یک، خب پنج ضربه سه میشه چند؟ پانزده، پس ما این رابطه به این صورت نوشته میکنیم، میگیم پانزده ضربه، ده به توان 9 ده به توان منفی شش میشه، ده به توان سه، ده به توان منفی چهار هم بالا میره علامه تغییر میکنه میشه ده به توان چهار پس میشه ده به توان هفت ما در مخرج یک چهار هم داریم چهار هم نوشتن میکنیم پانزه تقسیم چهار میشه سه اشاریه هفت ضرب ده به توان هفت ما مقدار قوه را پیدا کردیم حالی نوعیت قوه ما چی میباشه؟ ببینین هر دو چارج ما مثبته پس قوه که بین هر دو ذره ما به وجود میاد از نوع دافع این بود از سوال اول با هم دیگه سوال دوم رو حل کنیم سوال دوم برای ما سه چارچ را در نظر گرفته QA1، q 2 و q 3 هر سه ما بر روی یک خط قرار گرفتن ببینید فاصله بین چارچ اول و چارچ دوم سه هم و فاصله دوم و سوم هم سه متر می باشن. برای ما گفته قوه برقی را پیدا کنیم که بالای چارچ دوم یا Q2 دو عمل می پس شکل رو بیاین که با هم دیگه سر تخته بکشیم و با استفاده از شکل ای را حل کنیم مقدار Q1 را برای ما چند داده؟ منفی سه میکرو و به فاصله سمتری ذره دوم قرار گرفته که مقدار کیو را برای ما داده مثبت دو میکرو کولمب. باز هم به فاصله سه متر دیگه ذره سوم قرار گرفته و مقدار کیو را برای ما چند داده منفی چهار میکرو کولمب. حالی برای ما گفته قوه هایی را پیدا کنیم که بر ذره دوم وارد میشن ذره اول منفیه ذره دوم مثبته پس قوه که بین این دو به وجود میایه میشه جاذبه پس جهت قوه به این سمت می باشه ما این را F1 نام می کنیم پس بیاین که در ابتدا مقدار F1 را پیدا کنیم F1 مساوی است با کا ضرب Q1 ضرب Q2 بر روی R مربع F1 مساوی است با مقدار کار داریم 9 ضرب 10 به توان 9 نیوتن در متر مربع بر کولمب مربع ضرب مقدار ذره اول ما منفی 3 میکرو کولمب پس باید به کولمب تبدیل کنیم 3 ضرب 10 به توان منفی 6 کولمب ضرب و مقدار ذره دوم دو میکرو کولمب دو دو به ده به توان منفی شش کلمب و مقدار فاصله را ببینید برای ما سه متر داده سه به توان دو خب سه به توان دو میشه چند؟ نه متر مربع متر مربع با متر مربع خلاص میشن ما در صورت دو تا کلمب داریم در مخرج هم کلمب مربع حالی بیاین که رابطه ها را با هم ساده کنیم نه بالا با نه پایین خلاص میشن سه ضربه دو میشه شش پس نوشتم میکنیم شش ضربه ده به توان نه ده به توان منفی شش میشه ده به توان سه 10 به توان منفی 6 هم در این قسمت داریم 10 به توان 3 و 10 به توان منفی 6 میشه 10 به توان منفی 3 در مخرج ما کدام عدد توان را نداریم پس توان نهایی ما میشه 6 ضرب 10 به توان 3 واحد اندازه‌گیری هم چی میشه نیوتن ما مقدار قوه اول را پیدا کردیم حالا ببینیم که ذره دوم و ذره سوم چه نوع قوی بر اینها موجوده ذره دوم ما مثبت ذره سوم منفی باز هم قوه از نوع چیه جاذبه پس جهت قوه دوم ما به این سمت می باشه ما جهت را پیدا کردیم حالی بیاین که با هم دیگه مقدار قوه را پیدا کنیم ما F2 مساوی است با K ضرب Q2 ضرب Q3 این بار هر دو ذره دو و سه برای ما مهمه و فاصله هم چی میشه مربع میشه. مقدار F2 برابر است با 9 ضرب 10 به توان 9 نیوتن در متر مربع بر کولن مربع ضرب مقدار Q2 برای ما چند گفته دو دو ضرب 10 به توان منفی 6 کولن ب ضرب QS منفی چهار میکرو و ما منفی را در نظر نمیگیریم می نویسیم 4 ضرب ده به توان منفی 6 کلمب و همچنان فاصله بین هر دو ذره هم متره ما نوشته میکنیم سه متر کل مربع باز هم بیاین که با هم دیگر ساده بسازیم 3 که به توان 2 برسن نه متر مربع متر مربع پایین با متر مربع بالا خلاص میشم عدد نه بالا با عدد نه پایین خلاص میشم کلم مربع همراه دو کلمبی که در صورت داریم خلاص میشم حالی ببینیم دو ضربه چهار چند شده؟ هشت ضربه ده به توان نه ده به توان منفی شش میشه ده به توان سه ده به توان سه و ده به توان منفی شش میشه ده به توان منفی سه. پس ما داریم هشت ضرب ده به توان سه واحد اندازه گیری هم میشه چی؟ نیوتن. ما مقدار قوه اول و دوم را پیدا کردیم. اما اگر بخوایم قوه مجموعی را پیدا کنیم باید به جهت هر دو قوه نگاه کنیم. ببینید قوه اول و قوه دوم ما هر دو در جهت های مخالف هستند. وقتی که قوه ها در جهت های مخالف بود برای پیدا کردن قوه مجموعی باید قوه دوم را از قوه اول کم کنیم پس برای پیدا کردن F ما داریم F2 منفی F1 مقدار قوه دوم را داریم 8 ضربه 10 به توان منفی 3 نیوتن منفی ای را داخل قوس میگیریم و مقدار قوه اول را داریم 6 ضرب 10 به توان منفی 3 نیوتن چون هر دو عدد تواندار ما با هم دیگر برابر هستند پس ما یکی از اینها را در نظر میگیریم از 8 که 6 کم شوه برای ما میماند 2 ضرب 10 به توان منفی 3 نیوتن ما مقدار قوه مجموعی را پیدا کردیم بریم سراغ سوال سوم مثال سوم برای ما گفته برای تعیین شدت ساحه مغناطیسی در یک نقطه فضای چارچ مثبت دو نانو کلم را قرار دادیم و قوه را برای ما گفته چهار ضرب ده به توان منفی چهار نیوتن از ما شدت ساحه را میخواد پس مقدار قوه هست چهار ضرب ده به توان منفی چهار نیوتن و مقدار چارچ ما هست مثبت دو نانو کلم از ما چی را میخوای شدت ساحه را میخوای برای پیدا کردن شدت ساحه بر یک ذره چارچدار ما رابطه را داشتیم ای مساوی است با اف بر کیو مقدار قوه تقسیم ذره خب این مساوی است با مقدار قوه را چند داریم چهار ضرب ده به توان منفی چهار چهار ضرب ده به توان منفی چهار نیوتن و مقدار ذره چارج دار ما هست مثبت دو نانو کلمب. نانو کلمب را باید به کلم تبدیل کنیم پس میشه دو ضرب ده به توان نو با علامه منفی واحد اندازگیری ما هم میشه کلمب. حالی بیاین که ما هم دیگه ساده بسازیم چهار تقسیم دو میشه چند دو ضربه ده به توان منفی چهار و 10 به توان منفی 9. ده به توان منفی چهار در جای خودش. ده به توان منفی 9 در بالا می آید با علامه مثبت. خب ده به توان منفی چهار و ده به توان مثبت 9 میشه 10 به توان 5 دو ضرب ده به توان 5 واحد اندازهگیری هم چی میشه؟ نیوتن بر کولمب از قوه نیوتن و از ذره ما هم میشه کولمب. ای بود از سوال سوم. سوال چهارم را با همدیگه میخوانیم اگر چارج مثبت دو پیکو کولم را در یک ساحه برقی به شدت ده به توان 6 نیوتن بر کولم قرار بگیرد چه مقدار قوه را باید بالای آن وارد کنیم برای پیدا کردن شما مقدار ای را دارین و همچنان مقدار ذره چارج دارم دارین در اینجا دقت کنیم که در اینجا واحد اندازه گیری پیکو کولم بر. به خاطر اینکه شما به کولم تبدیل کنیم باید مقدار را ضرب ده به منفی دوازده کنین و میتونین با استفاده از این رابطه مقدار قوه را پیدا کنین. این بود از درس امروز ما. امیدوارم که درس را به خوبی یاد گرفته باشین تا جلسه بعدی همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم.